آش نخورده و دهن سوخته. این ضرب المثل به این معنی است که شخصی کاری را انجام نداده باشد ولی گناهکار شناخته شود. داستان ضرب المثل: مردی در بازار شهر مغازه داشت و پارچه می فروخت. شاگرد او پسر خوب و مؤدبی بود ولی کمی خجالتی بود. مرد همسری داشت که دستپخت خوبی داشت و آش‌های خوشمزه می پخت. روزی مرد بیمار شد و نتوانست به مغازه برود. شاگرد مغازه را باز کرده و منتظر مرد بود. قبل از ظهر به او خبر رسید که حال صاحب مغازه خوب نیست و باید به دنبال دکتر برود. پسر در مغازه را بست و به دنبال دکتر رفت. دکتر به منزل مرد رفت و او را معاینه کرد و برایش دارو نوشت. پسر بیرون رفت و دارو را خرید. وقتی به خانه برگشت ظهر شده بود. همسر مرد او را به نهار دعوت کرد. همسر مرد برای نهار آش پخته بود. تاجر برای شستن دستهایش به حیاط رفت و همسرش به آشپزخانه برگشت تا قاشق‌ها را بیاورد. پسر خیلی خجالت می‌کشید و فکر کرد تا بهانه‌ای بیاورد و نهار را آنجا نخورد. فکر کرد بهتر است بگوید دندانش درد می‌کند. بنابراین دستش را روی دهانش گذاشت. تاجر به اتاق برگشت و دید پسر دستش را جلوی دهانش گذاشته. به او گفت: دهانت سوخت؟ حالا چرا اینقدر عجله کردی؟ صبر می‌کردی تا آش سرد شود، آن وقت می‌خوردی. زن تاجر که با قاشق‌ها از راه رسیده بود به تاجر گفت: این چه حرفی است که می‌زنی؟ آش نخورده و دهان سوخته؟ من که تازه قاشق‌ها را آوردم.